الله الرحمن الرحیم. دانشجویان گرامی، به ادامه درس مضمون پیل اسکول خوش آمدید. به ادامه چپتر سوم قرار داریم. در بخش قبلی در رابطه با متحولین و آیدنتیفایرها صحبت شد. استفاده از متحولین برنامه ما را بیشتر مؤثر می سازد. میتونیم ما یک قسمت از حافظه کامپیوتر اختصاص بدیم و در زمان اجرای برنامه قیمت ها و ولیو هایی که در اونجا ذخیره میشه و را تغییر بدیم. این ما متحولین میگفتیم و میتونیم با استفاده از متحولین عملیه های ریاضی، احصایی و کاربردی دیگه که در یک برنامه و یک پروگرام نیاز هست، اونها را در معرض اجرا قرار بدیم. در ضمن هر متحولی که ما در یک برنامه میخواییم داشته باشیم، از خود یک نام مشخص داره و باید متحولین نامگذاری شود. که نامگذاری متحولین و یا هر بخش از پروگرام ما به نام شناسه ها یاد میکنیم. یعنی وقتی بخواییم بر یک بخش از برنامه نام مشخص تعیین بکنیم، ما او را به نام شناسه های آیدنتیفایر میگیم. که در بخش قبلی در این رابطه صحبت شد و معمولاً در زبان پیل اسکول تعداد کاراکترهای یک آیدنتیفایر از 30 کاراکتر بیشتر نمیتونه باشه. و در ضمن آیدنتیفایرها در پیل اسکول باید با حروف الفبای انگلیسی شروع شود و در رابطه با آیدنتیفایرهای مجاز و غیر مجاز یا والد و این والد آیدنتیفایرها صحبت کردیم که چطور ما میتونیم یک شناسه مجاز که دارای قواعد درست برنامه نویسی باشد در پیل اسکول ما تعریف کنیم. به ادامه موضوعات بحث را که در این بخش داریم، نیمینگ کانونشنز آف آیدنتیفایر ها است. این پروتکل هایی که معمولا در نامگذاری شناسه ها در نظر گرفته میشه. به خاطر از اینکه پروگرام هایی که ما شما نشته میکنیم، از این پروگرام ها یا برنامه ها بتونه اشخاص و افراد دیگه هم استفاده کنه و پروگرام بر از نو هم قابل استفاده باشه و بیشتر خوانا باشه. بعضی پروتکل های معمول هست که ما اگر اونها رو در نظر بگیریم، پروگرام ما اهمیت بهتر را پیدا میکنه. افراد و اشخاص دیگه هم که برنامه ها و پروگرام ها را میخوانند و مورد استفاده قرار میده یا بعداً سری پروگرام ها کار میکنه، اونا هم به راحتی بفهمه که کدام جزی از برنامه شامل کدام بخش میتونه باشه. این پروتکل ها را ما به شکل معمول در نظر میگیریم. که در این بخش هم ما در رابطه با همین پروتکل های نامگذاری شناسه ها میخواییم صحبت بکنیم. شما توجه داشته باشین وقتی یک برنامه خیلی پیچیده ما میخواییم نوشته کنیم یا یک برنامه یک مقدار کامپلکس باشه، پیچیده تر باشه، کدهای بیشتر لازم داشته باشه، بخواییم یک پرابلم بزرگتر ما سولف کنیم، گاهی اوقات ممکن است مجبور شیم ما چندین شناسه ها را تعریف بکنیم. یعنی ما شاید بیشتر از 20 تا 30 تا یا بیشتر از 50 تا 100 تا شناسه ها را ما در پروگرام دوسافیر در نظر بگیریم. بنابراین به خاطر از اینکه ما از سردرگمی جلوگیری کنیم و همچنان این شناسه های ما خانایش افزایش پیدا کنه، ما میتونیم از این پروتکل های نامگذاری پیروی کنیم به خاطر از اینکه بتونیم یک پروگرام بهتر، خوبتر و خاناتر را ایجاد بکنیم و یا داشته باشیم تا افراد و اشخاص دیگه ایم که بعداً از این پروگرام‌ها استفاده میکنم براحتی بفهمه که کدام بخش چگونه است و کدام بخش شامل کدام مورد میتونه باشه. بنابراین به خاطر ما از همین قراردهای نامگذاری یا از همین پروتکل‌ها باید پیروی کنیم. خب این پروتکل‌های نامگذاری معمول در پیل اسکول شامل موارد هست که شما در سلاید می‌بینید. در اینجا سه تا مشخصه است که برای تعیین سطح اعلام شده این متحول باید از حروف اول استفاده شود. یعنی وقتی که ما می‌خوایم سطح متحولین یا سطح انمی وریبل ها را مشخص کنیم، از حروف استفاده میکنیم. مثلا ببینین پی مشخص میکنه که این متغیر یا یک متحول در سطح یک پارامتر اعلام میشه. بعدا ما شما در رابطه با پارامترها صحبت خواهیم کرد. در درس‌های بعدی وقتی ما پروسیجر و فانکشن ها و یا سب پروگرام ها را به خیر شروع کردیم، در اون قسمت ما میتونیم مشخص کنیم که پارامتر چی است.
همو قیمتایی است که به داخل یک سب پروگرام به داخل پروسیجر انتقال میکنه و در داخل همو سب پروگرام یا پروسیجر ها از همو قیمت یا از همو وریبل یا متحول استفاده صورت میگیره. او را ما پارامتر میگیم. و در اینجا در پروتکل نامگذاری که در پیل اسکویل مشخص شده پارامتر با حرف پی کلان نمایش میده. وقتی ما در اول نام یک متحول ما پی کلان داشته باشیم میتونیم تشخیص بتیم یا همه میفهمند که هدف از ای پی متغیر است که در سطح پارامتر اعلام میشه. و در قسمت بعدی کلمه ال استفاده میشه. ال متغیر در بلاک های محلی مشخص میکنه یا اعلام میکنه. ما یک لوکال وریبل داریم، یک هم گلوبال وریبل داریم که در قسمت متحولین در رابطه با این دو بخش از متحولین صحبت خواهیم کرد. ولی ال از لوکال گرفته شده مشخص میکنه که نمی متحول یا متغیر ما در بلاک محلی اعلان میشه. ما شما درباره بلاک ها صحبت کردیم در پیل اسکویل، ساختارش هم میفهمیم. اگر ما یک متحول داشته باشیم که در داخل بلاک مورد استفاده قرار بگیره، یک پروتکلی که به خاطر نامگذاری از این شناسه یا متحول استفاده میشه استفاده از کلمه ال هست که لوکال معنا میده. و بعد ما حرف جی را داریم که مشخص میکنه که نمی متحول یا متغیر در سطح جهانی یا گلوبال اعلام میشه که ما میتونیم بیرون از یک بلاک ایره تعریف بکنیم و در داخل بلاک یا بلاک های دیگه این متحولین مورد استفاده قرار بگیریم. پس به خاطر تعیین سطحش ما میتونیم از این کلمات استفاده کنیم که سطح پارامتر مشخص میکنه، سطح لوکال وریبل مشخص میکنه و سطح گلوبال وریبل مشخص میکنه. و حرف دوم همین نوع شناسه ها مشخص میشه که نوعیت شناسه چی است. ما میتونیم به خاطر تعریف یک وریبل از این دو حرف استفاده کنیم، با هم ترکیب میشه و ما تعیین میکنیم که در کدام سطح قرار داره و نوعیت این شناسه چی هست. مثلا ما میتونیم به خاطر تعریف شناسه کرسر از حرف سی کلان استفاده کنیم. وقتی حرف سی کلان داشته باشیم میفهمیم که هدف از این چی است، یک کرسر هست. در زبان برنامه نویسی یا در زبان پیل اسکویل سی مخفف کرسر هست. به ادامه به شکل اگر ما حرف وی را داشته باشیم، وی کلان، این نوع دیتای ور 4 و 4 را مشخص میکنم که دیتای ما از نوع چی است؟ کرکتر هست. مشخص میشه که تایپش کرکتر هست. اگر ما حرف این داشته باشیم، حرف این نوع دیتای نمبر را مشخص میکنه که از نمبر گرفته شده. حرف آر داریم که نوع دیتای ریکارد را مشخص میکنه. به شکل تی داریم که نوع دیتای تیبل را مشخص میکنه. در قسمت های بعدی ما شما با کرسر و ریکارد و تیبل آشنا خواهیم شد. شاید شما از قبل درباره 4 اوور 4 نمبر معلومات داشته باشین، در زبان های دیگه استفاده کردین و در رابطه با نوع دیتای ریکارد، تیبل و کرسر در فصل های بعدی انشاءالله بر شما مورد را خواهیم گفت. خب یک چند تا نمونه به خاطر نامگذاری مناسب همه آیدنتیفایر ها در قسمت آورده شده که شما میتونید در سلاید ببینید. ما پیشتر تشریح کردیم که این پروتکل هایی است که به شکل معمول استفاده میشه به خاطر از اینکه خانایی برنامه پروگرام ما بیشتر باشه و کسای دیگه‌ای که از این سافتویر ها یا پروگرام های ما استفاده میکنه اونا بفهمند که کدام بخش از پروگرام کدام نوع دیتا است و چگونه وریبل ها تعریف شده. از او خاطر ما از استفاده میکنیم. در اینجا نمونه های مناسب نامگذاری آورده شده. مثلا lv underscore name، این اگر نام یک وریبل باشه یا یک آیدنتیفایر باشه این مشخص میکنه که این متغیر است که در سطح محلی استفاده میشه، چون حرف l هست، l هم لوکال وریبل هست و نوع دیتایش چی است؟ v over 4 است که نوع دیتایش میتونه هم 4 باشه هم ور 4 باشه. پس lv را ما راحت میتونیم بفهمیم که لوکال وریبل هست که نوع دیتایش چی است؟ ور 4 است. به می شکل در مثال بعدی pc داریم، pc underscore name،
نمبر ببخشیم. PC underscore number ای هم یک وریبل هست، میتونه یک شناسه باشه، مشخص میکنه که ای وریبل از حتی یک پارامتر استفاده میشه. این ما میتونیم به عنوان یک پارامتر ای رو به یک فنکشن یک سب پروگرام ارسال کنیم و سیش مشخص کننده یا معین کننده نو دیتا هست که نو دیتا ایش از کرسر هست. با می شکل gn underscore user underscore id در مثال بعدی هست شما میبینین که g مخفف گلوبل هست، پس ما میتونیم این وریبل به سطح جهانی یا گلوبل استفاده کنیم در داخل یک پروگرام و این هم نو دیتا عددی رو مشخص میکنه. پس یوزر آیدی چی است؟ یک وریبل هست که در سطح گلوبل مورد استفاده قرار میگیره و نوعیت دیتایش هم نمبر است. پس اینا چی است؟ نیمینگ کانونشن هایی است که به آیدنتیفایر ها معمولا استفاده میشه. خیلی خوب است که شما این مورد در نظر داشته باشین وقتی میخواین یک پروگرام پیچیده‌تر نوشته کنین و در سطح بالاتر بتونن کسای دیگه هم از این برنامه استفاده کنن. خوب است که پروتکل ها در نظر گرفته شد. و در این قسمت از درس‌های خود ما در رابطه با کلمه های رزرو شده یا رزرو وردز در پی ال اسکوئل صحبت میکنیم. کلمه های رزرو شده کلمه هایی است که از قبل رزرو شده، یعنی معانی خاصی داره که هدف مشخص پشت سرش نهاده شده و به خاطر یک کار مشخص این کلمه ها وجود دارن. یعنی از قبل رزرو شده هست و ما نمیتونیم که هدف یا مرام این کلمه ها را تغییر بدیم. به ما هدف مشخصه که از قبل ایجاد شده در یک زبان برنامه‌نویسی، ما میتونیم صرف به همون هدف خاصش از این کلمه ها استفاده کنیم. که اینمی کلمه ها را ما به نام چی میگیم؟ کلمه های رزرو شده یا رزرو وردز میگیم که در اکثر زبان های برنامه‌نویسی کلمات رزرو شده از قبل مشخص است و تعریف شده و میتونیم چه موضوع استفاده کنیم. قسم پیشتر گفتیم ما نمیتونیم از این کلمه ها به منظورهای دیگه استفاده کنیم. مثلا ما بیاییم از کلمه رزرو شده به حیث نام یک متحول استفاده کنیم. چرا استفاده نمیتونیم؟ به خاطر از اینکه این کلمه رزرو شده به کار مشخص، به هدف مشخص و در زمان اجرای این برنامه سیستم مدیریت دیتابیس او را نادرست حساب میکنه. و به می خاطر است که اگر ما بیاییم یک کلمه رزرو شده را به حیث نام یک متحول استفاده کنیم، خطا صورت میگیره و پروگرام مشمو ایرور میده و پروگرام قابل اجرا نمیباشه. به خاطر از اینکه او کلمه از قبل رزرو شده و به خاطر یک هدف مشخص و خاص استفاده میشه. نمونه هایش مانند کلمه رزرو شده end و begin هست که در یک بلاک در پی اسکوئل استفاده میشه. قبلا ما نمونه هایش در پروگرام دیدیم. و چیزی که خیلی معمول است در پی ال اسکوئل، ما معمولا کلمه های رزرفی را به حروف بزرگ نوشته میکنیم و نشان میدیم. این معمول است، حتمی نیست که ما حتما باید کلمه رزرف شده را با حروف بزرگ نشان بدیم، ولی معمولا در هر قسمت از پروگرام شما کلمه های بزرگ میبینین او چی است؟ کلمه های رزرف شده است. و همچنان این کلمه های رزرف شده میتونه در محیط هایی که ما به خاطر نوشتن پروگرام های پی ال اسکوئل استفاده میکنیم خود به صورت مشخص نشان بده. با رنگ های خاص اینا نمایش داده میشه. مثلا شما در اسلاید میبینین در اسکوئل دیولپر زمانی که ما بیایم یک پروگرام نوشته کنیم، زمانی که میریم کلمات رزرو شده را استفاده میکنیم، کلمات رزرو شده با رنگ های آبی نمایش داده میشه و با حروف کلان نمایش داده میشه. معمولا شما اگر یک پروگرام نوشته کنین، اگر با حروف خردم نوشته کنین، زمانی که ایره فرمت کنین در خود اسکوئل دیولپر، قبلا ما ایره کار کرده بودیم، باشه ما کنترل جمع افت فشار بدین، F7 فشار بدین، اتومات کدای شما فرمت میشه و او کلمات که رزرو هست اونا با حروف کلان تبدیل میشه. و در صورتی که ما ضرورت داشته باشیم از کلمه رزرو شده در زبان پی ال اسکوئل استفاده کنیم، میتونیم این کلمه ها را با سمبل های مجاز دیگه ترکیب کنیم و به حیث یک شناسه از استفاده کنیم. در اینجا در اسلاید شما دو حالت میبینید. در حالت اول شما کلمه کلیدی اند با بولین میبینید که ای استفاده از کلمه رزرفی در قسمت مجاز نیست
ولی در قسمت دوم، در حالت دوم شما میبینید که در سلاید نوشته است end underscore of underscore game و ایچی هست نوعتش بولیان هست. یک آینتفایر تعریف میشه، نامش end of game هست. در اینجا end در حقیقت کلمه رزرو شده است، اما به خاطر اینکه ما یک آینتفایر داشته باشیم این کلمه end با کلمه های مجاز دیگه ما ترکیب کردیم و میتونیم او را به حیث نام یک آینتفایر که مجاز هست او را استفاده کنیم. در حالت دوم هیچ مشکل وجود ندارم. یک آینتفایر تعریف شده، نوعتش بولیان هست، یک وریبل داریم نوعتش بولیان هست، تعریف شده و هیچ غلطی هم رخ نمیده. پس ما میتونیم کلمه های رزرو شده را با کلمه های مجاز دیگه یک جا استفاده کنیم، به حیث نام شناسا و به حیث نام وریبل ها در پروگرام از او استفاده کنیم. و همچنان کلمه های کلیدی داریم. کلمات کلیدی هم در پیل اسکل مانند کلمه های رزرفی است که دارای معناهای خاص است. ولی برعکس کلمات رزرفی، کلمات کلیدی رو میتونیم به حیث نام شناسا هم در پیل اسکل استفاده کنیم. ولی این کار زیاد توصیه نمیشه، چون این کلمات هم کلمات کلیدی است. ما نباید اونا را به حیث نام های شناسا استفاده کنیم. و برای از اینکه ما رزرف وردها را بفهمیم که کدام رزرف وردها معمولا در زبان پیل اسکویل و در اسکویل موجود هست، شما میتونین در کمند لاین اورکل دیتابیس اورکل شما برین یا در پیل اسکویل نوشته کنین علامه سوالیه رزرف وردز داخل قوس به حیث پارامتر شما اسکویل یا پیل اسکویل ارسال کنین و بعد سمیکولن انتر تمام کلمات رزرو شده را بر شما نشان میده که در اسکویل موجود است و همچنان در پیل اسکویل موجود است. و این کلمات رزرو شده در کتاب شما در جدول 3.1 در صفحه 58 به شکل مفصل آورده شده داخل یک جدول. به خاطر وضاحت بیشتر شما میتونید به کتاب مراجعه کنید و در صفحه 58 مکمل کلمات رزرو شده و همچنان کیورد ها را شما ببینید. اگر جمع بندی کنیم در قسمت ما شما پروتکل هایی که به خاطر نامگذاری شناسه ها استفاده می شد مرور کردیم که به شکل معمول شما این پروتکل ها را مراد کنین به خاطر اینکه پروگرام های شما بیشتر خوانا باشه و مورد استفاده دیگر هم قرار بگیره. و همچنان به ادامه شرابطه به کلمات رزرو شده و همچنان کلمات کلیدی صحبت کردیم که اینا معانه های مشخص و خاص داره در هر زبان و ما نمیتونیم که اینا را به حیث نام های شناسه استفاده کنیم. و در صورت که خواسته باشیم از کلمات رزرو شده به حیث نام یک شناسه، یک نام، یک وریبل، نام یک فنکشن، یک پروسیجر استفاده کنیم، میتونیم اونا را با نام های مجاز دیگه یا با کلمات مجاز دیگه که به خاطر نام آینتفایرها استفاده میشه ترکیب کنیم و اونا را مورد استفاده قرار بدیم. تشکر از توجهتون.